بر اون کسانی که در این شاعر خدشه کنن، بیدار باشید، بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینی گر سوت کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه برای سید الشهدا، حتی اگر خون جاری بشه جایزه. در این راه این اندازه ضرر هیچ اشکال نداره. در صبرت روح استقامت دیدم، آثار بزرگی و کرامت دیدم. آندم که به پا خواستی روح بزرگ، در قامت خطبت قیامت دیدم. به نام آفریدگار سوره صبر، به نام خدای زینب کوه استقامت، زینب جان سلام. بیست، نباید خسته بشی. عاشورا به شونه های تو تکیه داره. اگه زانوات بلرزه، اگه کمرت خم بشه، اگه سوست بشی، بترسی، واهمه به دلت راه بدی، عاشورا با همه عظمتش کمرنگ میشه. بیتابیت رو پنهان کن خواهرم، مباد که زنان و کودکان بیتابی تو رو ببینن. شتاب کن، شتاب کن خواهرم. تنین نام حسین یادآور زینب سلام الله علیها است، کسی که با هر شهیدی شهید شد، با هر چشمی گریست و با هر داغی داغدار شد، زینب بود. همون که زنان و کودکان بنی هاشم رو
از دست نامردان نجات داد زینب بود. حرف بزن خواهرم، از کربلا، از عاشورا، از نیستان، از حسین که روانه دشت کربلا شد، از عشقهایت حرف بزن زینب، که ماجرای عاشورا شرح و تفسیر عاشقانه تو رو محتاجه، که همه واقفیم بعد از عاشورا فریاد خونخواهی از حلقوم مبارک تو برخاست. چه رفته است با او در آن روز خونین، که خوانده نماز شبش را نشسته. زینب يلتنش دوني عليها بالخراب منزليها، سال هاست صبح عاشورا حال دیگری داریم و تا ظهر هنگام هر ثانیه و لحظهش زمانی برای بریده شدن نفس در گلوهای من است، که آن ددمنشان چه جنایت ها کردند و تمامی خاندان بنی هاشم را چگونه یکی یکی سر بریدند، تکه تکه کردند، به شهادت رساندند و هر لحظه فریاد شادیشان را چطور با نامردمی و بیشرمی در صحرای خون پیچاندند. صحرایی که تا به آن روز معنی جنایت آدمیان را نمی فهمید و حال به خود می بالید که چه خوب است انسان نیست و تعلقی به طایفه این بدکاران بی صفت ندارد. سلام بر تو عقیله بنی هاشم، از همان نخست که آمدی و کائنات حضورت را بر جبین خاک لمس کردند، با خود عطر کربلا آوردی و حدیث پروانگی. بالا پرت را خدا آنگونه خلق کرد که در آتش‌های رنج روزگار به زودی خاکستر نشود. شانه‌هایت را آنگونه آفرید که کوها و ستون‌های عرش در مصائب خانمانسوز هستی به تو تکیه کنند و آغوشت به وسعت تمام زخم‌ها و از پا افتادن‌های بشریت، آغوشی به وسعت همه عرض، آغوشی که تمام کربلا را در خیش جای دهد و مرهمی باشد. بانو جان، صبر فاطمی داشتی و سینت که راز مکنون آفرینش بود و شرح مبسوط ولایت آل الله، حنجره‌ای و زبانی داشتی که میراثدار بلاغت علوی بود و اگر زبان می گشودی به خطابه، عرش و فرش یک صدا سوگند می خوردن که علی دوباره بر منبر است، در معرض تندباد و طوفان بی مروت زمانه که می ایستادی فاطمه مظلوم بار دیگر پیش چشمان اهالی خاک زنده می شد، سکوت که می کردی حکمت بی بدیل الهی از چشمانت در هستی جریان می گرفت و خشم اگر بر لحظه هایت راه می یافت هفت پشت ارکان هستی را می لرزاند. Oh.
تاریخ کربلا هم به دست مردان شجاعی ساخته شد، هم به دست زنان صبورش. امام حسین همراه با قافل سالاری حضرت زینب نقش مستقیمی در ساختن این تاریخ عظیم داشتند. حضرت زینب بعد از عاشورا تجلی ویژه‌ای پیدا کردند. در عصر عاشورا وقتی اسرا را از قتلگاه عبور می‌دادند، حضرت زینب خودشون رو بر بدن ابا عبدالله رسوندند و مجلس عزای امام حسین برای اولین بار برپا شد. در کوفه چنان خطبه ای ایراد کردند که همه انگشت حیرت به دهان گرفتند و از خجالت گریستند. زینب جان، تو خلاصه عشقی و عشق خلاصه تو. ما شیعیان در وجودت جز رشادت و صبر و استقامت ندیده ایم. درود بر تو که بت‌های غرور رو در هم شکستی. تو آینه تمام نمای فاطمه و پیام آور خون شهدای نینوا. بانو، دنیا مدیون نفس نفس صدای توست. دنیا مدیون کلمه کلمه خطبه های آتشین توست. مدیون هنجره هنجره فریادهایت. دنیا مدیون تمام غمهای بی انتهاییست که بر شانه های خمیدهت حمل کردی و سینه سینه داغی که فرو بردی. دنیا مدیون کوه کوه صبر بیشباهت توست و مدیون منظره منظره چشم زیبابین تو. دنیا مدیون رسالت توست، بانوی همیت و حماسه زینب. یزید و یزیدیان، همه کسانی که دشمنان اهل بیت بودند، همان گونه که از خلفای قبل و از پدرانشون دستور گرفته بودند، بنای بر این داشتند که هر جا فرصتی فراهم شد نام و یادی از اهل بیت علیهم السلام محو کنند و به هر ترتیبی که شده است هر آنچه از اهل بیت بین مردم باقی مانده است اونها رو نابود کنند. اما غافل از این بودند که خداوند متعال ضمانت کرده است که هر جایی مکتبی، مرامی، برنامه‌ای برپا شد برای اعتلاء حق و حقیقت و برای ارزش دادن به عدالت و احیا کردن امر اهل بیت و قرآن، همون محفل و همون مجلس و همون مرام رو خداوند متعال پاسداری و پاسبانی بکنند. والله متم نوره ولو کره المشرکون. شاهد این عمل قبیح و ناجوان مردانه و در واقع ناعادلانه دشمنان اهل بیت این بوده است که قبل از ورود فرزندان و اسرای آقا سید الشهدا حضرت زینب و امام سجاد، قبل از ورود به شام اونها رو مدت‌ها در اون مکان نگه داشتند تا اذهان مردم شام رو به نحو دیگری فراهم کنند و آماده کنند که بتوانند اون اهداف حقیقی خودشون رو پیاده کنند. کار به جایی رسید که مردم برای رضای خدا خاکستر و سنگ و چوب بر سر فرزندان آقا سید الشهدا و اسرای داغ دیده و مظلوم اون زمان ریختند.
یکی از اون شخصیت های بزرگواری که کربلا رو به سراسر دنیا رسوندند و حقیقت کربلا، معارف کربلا و هر اون چه در کربلا خدا دوست داشت که به بشر برسه اونها رو به جاهای دیگر رسوندن، حضرت زینب سلام الله علیها بودند. این بانوی بزرگوار معصومه، این بانوی مظلومه، این عالمه غیر معلمه تونستن به راحتی کربلا رو به جاهای دیگر سرایت بدند. یکی از کارهایی که حضرت زینب کردند خطبه غرائی بود که در دربار یزید قرائت کردند. زمینه‌ای فراهم شد تا حضرت زینب سلام الله علیها احقاق حق کنند، بیان مظلومیت کنند و چهره پلید دشمنان آقا سید الشهدا رو برملا کنند. خطبه‌ای بسیار زیبا. خطیبه حضرت زینب است، اما صدایی که در اون محفل تنین انداز شده است صدای امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام بوده است. چه خطبه زیبایی! فرازی از این خطبه میفرمان: اللهم خذ به حقنا و انتقم ممن ظلمنا و احلل غضبک بمن سفک دماءنا و قتل حماتنا. فرمودن: خدایا اونهایی که حق ما رو خوردند، بر ما ظلم کردند، مردان ما رو کشتند، خدایا غضبت رو بر اونها قرار بده و خدایا انتقام ماها رو از اونها بگیر. بعد رو کردن به یزید ابن معاویه و فرمودن: فوالله ما فریت الا جلدک ولا حززت الا لحمک ولا تردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتحكت من حرمته في اترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم. در اون زمانی که خداوند اونها رو از پریشانی نجات میدهد، ذریه پیغمبر رو از اون پریشانی نجات میدهد و همه اونها رو جمع میکنه، ای یزید ابن معاویه تو در محضر پیغمبر اکرم به نحوی حاضر میشی که بار گناه کشتن و خون ریختن ذریه و فرزندان پیغمبر اکرم رو به دوش داری، چه جواب پیغمبر اکرم رو میخواهی بدهی؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وكفى بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم خصيما وبجبرائيل ظهيرا. ای یزید بن معاویه بدان که خداوند حاکم حقیقی است، اوست که در حق ما ها حکم میکنه. بدان که پیغمبر اکرم دشمن واقعی شماست و جبرئیل امین از او حمایت میکنه. چه میخواهی جواب پیغمبر اکرم رو بدهی ای یزید ابن معاویه؟ یکی دیگر از برنامه هایی که حضرت زینب داشتند، یکی دیگر از اعمالی که انجام دادند این بود که در زمانی که احقاق حق کردند، بیان مظلومیت کردند، دشمنان آقا سید الشهدا در عوض اینکه ایشون رو آرام کنند و اجازه بدهند که پیام مظلومیت ایشون و دادخواهی ایشون به گوش مردم جاهل و نادان اون زمان برسه، سر مبارک آقا سید الشهدا که بالای نیزه بود رو جلوی چشم حضرت زینب آوردند. بانو حضرت زینب سلام الله علیها پیشانی مبارک رو به محمل کوبیدند، خون از پیشانی مبارک جاری شد. در روایت نقل شده است که آنقدر خون جاری شد که در از زیر محمل دیدند که خون می چکد. یا من جهلت العدل و الصدق این قم و اتجه بالقلب نحو الحسین ثم الطم رأس بسيف الهوى من بعد أن تلطم في
يديك در زمان آقا امام سجاد علیه السلام در جلسه‌ای و در محفلی نام و یادی از مصائب و بلاهایی که بر آقا سید الشهدا و فرزندانشون جریان پیدا کرد شد. در اون محفل آقا امام سجاد از حزن و اندوه، از یادآور شدن مصیبت‌هایی که بر سید الشهدا وارد شده بود، تمام قد ایستادن و سر مبارکشون رو به دیوار کوبیدند، خون از پیشانی مبارکشون جاری شد، حضرت بیهوش شدند. بعد از این که به هوش آمدند، ناله بلندی سر دادند که همه اهل مدینه ناله امام سجاد رو شنیدند. زنان و مردان دویدند به سمت امام سجاد و جلسه عزاداری برپا کردند. من کربلا قد اخذنا الدروس و علمتنا کیف نفت النفوس للعدل للحق لنهج التقى نعطي دماء من جراح الرؤوس حيدار 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 حيدار. این بوده است روش و سیره حضرت زینب سلام الله علیها برای احیاء و یادآور شدن هر آنچه در کربلا اتفاق افتاده است. چه زیبا در حق حضرت زینب سروده اند که سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفت جامی ماند اگر زینب نبود. ذوالجناح داد خواهی بی سوار و بی لگام، در بیابانها رها می ماند اگر زینب نبود. در عبور از بستر تاریخ سیل انقلاب، پشت کوه فتنه ها می ماند اگر زینب نبود. زینب جان، تو آن بانوی هستی که پایداریت کوه را صبوری می آموزد. دریای خروشان دلت عشق را به رویاروی و مقابل فرا می خواند تا همه سوس عنصرها و ددمنش های عالم در برابر حق زانو بزنند. بانوی حقیقت‌های ناب، تو ایستادی تا گل‌های سیلی خورده حرم را پرستاری کنی، تا سیاهکاری یزیدیان پنجره‌های حقیقت را تاریک نکند، تا پایداریت هیبت ذوالفقار علی را به خاطر آورد و بردباریت متانت فاطمه را به همه نشان دهد. ای بزرگ ساده، حماسه ایستادنت کربلای دیگر شد و تیغ سخنانت شکوه امویان را از هم درید. تو را می ستاییم که حضور حماسیت تا ابد بر پیشانی تاریخ حک شده است، که توانستی زخمهای مکرر را خطا بکنی. از مسیر کوفه و شام حکایت کنی تا سر بریده اولاد علی حسین خوبی ها را ببینی و از غم آنچنان سر بر چوب محمل بکوبی که فرقت بشکافت و خون دلت از شریان سر مبارکت جاری شود. جاری شدنی که عاشقان راستین آن را الگوی عزاداری ها و سرسلسله شعائر قرار دادند. شعائری در حکم پاسداشت مقام و مرتبت برادر تو حسین و دل شکستت ای زینب. امام سجاد می فرماید من با دیدن صحنه قتلگاه که پدرم، برادرانم، عمویم و سایر عزیزانم در آن کشته شده بودند، نزدیک بود که جان خود را از دست بدم. عمم زینب با دیدن وضع من فرمود ناراحت نباش، به خدا قسم این پیمانی است که خداوند با جد و پدر و
عموی تو برقرار کرده و باید اجرا می شد. زینب جان، تو مصیبت خرابه ها رو تحمل کردی، زجر با قامت خمیده نماز شب خوندن رو، اما دل قوی داشتی تا حق زنده بماند. سالار زینب حسین جان، اساس این مجالس، اساس این اشک ها، اساس این ابراز محبت ها چیزی جز صداقت شیعیان در ادعای محبتشون نیست. زینب جان، آمدی تا امام سوخت در تب رقیه یتیم علی اصغر تشنه لب را ببینی و بگریانی دلهای نامردمانی را که تا آن زمان معنی سوز و گریه واقعی را نمی دانستند. بانو جان، زینب، بعد از عاشورا کربلا در رکاب قدرتمند تو آغاز شد. ما در وصف تو چه بگوییم که واژه ها همه زمینی اند، گنگند و برای تعریف از تو کوچک و بی مقدار و بی اندازه. تنها باید گفت سلام بر صبرت ای فریاد استوار کربلا. حضرت زینب شجاعانه ایستادن به طوری که هیچ یک از بظاهر مردان اموی و یزیدی جرأت مقابله با ایشون رو نداشتن. حضرت زینب با قامتی افراشته و صدایی رسا خطاب به یزید فرمودند: ای یزید، هرچه میتوانی حیله و مکر خود را به کار گیر و در دشمنی با ما از هیچ کوششی دریغ نکن. با این همه به خدا سوگند که هرگز نمیتوانی یاد ما را از دلها ببری و وحی ما را بمیرانی. در منتهى الامال آمده بعضی از دانشمندان این سخنان را از معجزه های حضرت زینب شمردند، چرا که عزاداری برای امام حسین هر سال تجدید میشه. مردم در این ایام بیتاب و بیقرار بر سر و سینه میزنند و عزاداری میکنند. صبر از زبان عجز ثناگوی زینب است، عقل بسیط واله و حیران زینب است، ایوب صابر است ولیکن در این مقام حیرت زده ز صبر فراوان زینب است. یا رب به حق الحسین، اشفی صدر الحسین به ظهور الحجه. یا من جهلت العدل والصدق، أين قم واتجه بالقلب نحو الحسين، ثم الطم رأس بسيف الهوى من بعد أن تلطم في اليدين. حيدر. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقكم أنتم لخدمة الحسين عليه السلام، إن شاء الله بعد عمر طويل ترحون للآخرة تلقون أمامكم ربع الحسين بالملايين وعشرات الملايين. هذا اللي منطي راسه في سبيل الحسين، ها
هذا اللي منطي إيده في سبيل الحسين، هذا اللي منطي رجله في سبيل الحسين. نخاف أنا وأمثالي مع احترامي لكم أنه نخجل يوم القيامة نقول إحنا هم كنا. شوف هواية قبلنا أكو، هواية أبدى منا، هواية أحسن من عدنا. أسأل الله أن يبقي هذه الختمة لكم، يستبقيها في ذرياتكم ونسلكم، يأتون من بعدكم يكونون على هذه الوتيرة وعلى هذا الأسلوب وفي خطى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فقط وصيتي لكم، أبدأ من نفسي وأثني بكم وعبركم إلى سائر إخواني المؤمنين ثلاثة وصايا. هذه وصايا نفس الإمام الحسين عليه السلام، ثلاث وصايا: إخلاص، اجتهاد، جهد في سبيل الإمام الحسين، أخلاق. إن شاء الله ثلاثتها موجودة عندكم، بس ممكن المزيد. لنفرض أخوة اثنين، أصدقاء اثنين اشتركوا في عزاء الحسين عليه السلام، أو في مجلس الحسين عليه السلام، أو في زيارة الإمام الحسين. واحد شوية راسه يوجع، الثاني لا، صاحي راسه ما يوجع. هذا اللي راسه شوية يوجع ثوابه أكيد راح أكثر يكون. اثنيناتهم جايين، بس هذا ويا شوية مشقة جاي. الأجر بقدر، هاي معروف عندكم، بقدر المشقة. إذا لقيتم زايدة ناقصة في كل ما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام، هذا من فضل الله عليكم.